سلام هموطنای عزیزم، انشالله که خوب و خرسند باشین. و بازم ما آمدم خانه یکی از هموطنای عزیز خود که بیچاره است و طفلکایش است، شوهرش مریض است، درد دل داره. ای خواهر ما یک جا با هم قسم میکنیم و از درد دلش انشالله که کاسته شود. مادر جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ دیگه پدریم یا اولادایم بیکار است، مریض است، در خانه چیزی به خوراک نداریم، به پوشاک نداریم. اولادم از مدرسه، از درس، تعلیم، از کل چیز مانده. بسیار دیگه پریشان هستیم، به قدر پریشان هستیم به حد اندازه. شبا میشه مرا خواب نمیبره. نداریم، صندلی نداریم، هوا بسیار سرد شده به حد اندازه. آن شکر خودتان شاهد حال هستی، میبینی دیگه چی چاره داریم. چاره ما پروردگار است دیگه، کمک شو باید از بر ما. چند تا طفلکایت از خاله جان؟ شکر 8 تا. نام خدا. آه 4 دختر دیگه، خردریزه است، کل شیر به شیر است دیگه. پدرکشان مریض است؟ آه مریض است دیگه، در خانه است، گاهی بیرون میره. اگر کار شد مونه میشه، اگر نشد پس در خانه میاد دیگه. تو کار چی نیست دیگه، کار آزاد است دیگه، در بیرون چی کنیم دیگه، چی چاره از غیر چاره ما خدا. یه اتاقتان بسیار سرد است خاله جان؟ بسیار یعنی میبینید دیگه، شکر خودتان حاضر هستی میبینید دیگه، زیاد سرد، شب بسیار سرد میشه، روز خب باز هم یک چاره میشه. طفلا شب بسیار دیگه گریه میکنن از دست خنک دیگه، چی کنیم، چاره چی است؟ هیچ چیز چاره نداریم دیگه. خرد از طفلکایم خودم در خانه میرم، کالاشویی باشه میکنم، یک پاکاری باشه میکنم، خود جایی که بفهم یعنی زلال برم نداره میرم که کس بگو یا کالا بشو یا شیشه پاکو یا یک خانه تکانی کو برشان میکنم، جایی که بفهمم چیز نمیتونم دیگه. باز رفته میترس آدم، راست میگی، دنیا خراب است آدم کی باز قدر قدم میتونه. تو کس را بشناسم میرم، کس را نشناسم نمیرم در خانه. روزی گزاره میشه یعنی خاله جان؟ دیگه میشه دیگه، نیگه چی گزارانم که میشه، که نان چاشت یا میشه یا یک قطق میشه. حالا کچالو، کچالوز قیمت شده خوراک، یک سیر کچالو 190 درپا شده. پیش خوب بود، ارزان بود، کچالو هم یک میتونستیم، یعنی 4 ماش 5 ماش شد. هر روزی که طالب آمده هیچ چیز ما نمیخوریم، گوشت به بنا ما نمیفهمیم گوشت چه رقم است، حتی اولادکایم نمیشناسم. جان خدا بزرگ است، خدا مهربان است، به خیر که اولادکایت کلان شود، دستت بگیره. طفلکایت مکتب نمیره خاله جان؟ نه دیگه، از مکتب موندین، مکتب نیست، مدرسه هم که میره دیگه، مدرسه هم نمیره. ناله چرا؟ فیس ندارم که تاویل کنم دیگه، فیس میگه بیار، گفتم ندارم، از چی تاویل کنم دیگه. من مقه خودم میکنم که شکمشان اسیر کنم دیگه، مدرسه از چی تاویل کنم؟ پیسه میسه نیست که ما تاویل کنیم. خیر ببینم خانه والام دیگه مفشاندیم، ما کرای خانه نمیگیره از پیش. خب شکر شکر، کرای خانه نمیگیره، اونم مفت قرار شدیم در اینجا. خو یک آدم که نان خوردن نداشت دیگه، کرا از کجا که خیر ببینه لای چرا باز که میایم میبینه سند روزگار ما باز نمیگیره، کرا مرا نمیگیره. آ خیر ببینم مفتشاندیم ما باش دیگه، تا که او هم بیچاره دیگه روزگار از گتیر شده میره دیگه. بچگک کلان چند ساله است؟ بچگک کلان 12 ساله. خرد است دیگه، او کار بار نیست خیر. نه از کار نیست، بیرون میره، اگه پلاستیک بفروشه نفروشه میآید دیگه، خلاص ده خانه او. اما اولادت که غریب بود حساب کارم نمیافه، حساب کارم مشکل است که حساب کار بیافه، سرمایه نباشه، دستمایه نباشه، از چی کار کنه؟ در روی بازار دست فروشی میکنه، پلاستیک چیزا میفروشه، وانا میخیزه می فایده گای میکنه گای نمیکنه، 1 دلار 20 روپیه چی میشه؟ هیچ چیز نمیشه. جان باش شوهر چقدر وقت میشه که مریض است خاله جان؟ شوهرم زیاد میشه دیگه بیچاره، مریض 3 سال 4 سال میشه از مریضیش، بسیار ضعیف شده، کم بخواد رنج میبره از این بیکاری، زیاد رنج میبره. بیکاری کس خودش یک مرض است بدون شک، بدون شک. خود همین بیکاری کس صاف مرض است، رنج میبره از اولاد که میبینه اولادش یک چیز که میطلبه طبعا. بزرگ از مادر شیرینم. چی بگویم ده؟ من دیگه می بینن من از طرف خدا میشه از یا میشه من اصلا فلایم که ببینن کمک کنن باید از بر ما. باز دکترها چی گفت شوهرت تداوی میشه؟ میشه پیسه نیست. از چی تداوی کنم؟ خودم 3 ماه تخت شد که آینک زانیم درد پیدا کرده. وزیر اکبر خان رفت مکسش مفتکن گرفت گفت از علی پایت کم شده. نخصه داد نخصه من اختم استم خریدم. نخصه من قرامان دوست کردم. 3 ماه تخت شدن از پای. خودم تو کم کم شکلنگ میرم. نبودم یگانی. ایمی درد مرا کمک شکلنگ کرده. تو یک بغله را میرم. بازم کت پایک اوگارت کار میکنی در خانه مردم. مجبور هستم دیگه. از خاطر اولادم دیگه مجبور هستم کنم. چطور کنم دیگه؟ نکنم میشه. اولاد از دیگه. زندگی استیر میشه دیگه چی کنیم؟ خیر ببینی شما ممکنه در نظر گرفتیم ما. زندگی خودم آزار میته. با گفته خودت وقتی نیستی و ناداری باشه باز بیشتر از چی رنج میبری خاله جان؟ بیشتر از چی رنج میبرم؟ از اینمی بیکاری از بیچارگی سن اولادم که میبرم من باید از این درس بخونه تعلیم کنه مکتب بره مثل دیگه طفلا وری دیگه از اینمی زیادتر رنج از اولاد میبرم از بیخانگی کلش رنج است. چطور رنج نیست؟ من خودتان نمیفهمی دیگه چی بگوییم دیگه کلش یک رنج است برادر. از یک طرف کاکا بیچاره کاکا مریض از یک طرف پدر از یا مریض از طرف دیگه خود من تو یا نپایم زیاد که تو بشنم سرکالاشتن باز اینی پایم تو بزوتی خیستن نمیتونم تو از دیوار که میگرم استاد میشم بسیار مشکل دیگه خودم ما میبرم به خاطر این پای دردی بازم سر پای دردی که از امی سرمی درد خدا دیگه چی میکنم زورگی میکنم میگم نمیشه دیگه به من دیگه کی میاره مجبور هستم دیگه کالاشویی کنم این کالاشوییم زیاد تمام میشه سخت به خاطر که سر دو پای آدم میشینه نیدم کالاشویی. قربان همتت مادر جان چقدر با همت مادر هستی تو. زنده باشی خیر ببینی سلامت باشی دختر عزیز. ای خورکای مکتب نمیرن خیر دیگه؟ نه مکتب خدا نگان وقت پرسان میکنن که مادر مورد چرا مکتب نیمونی ها؟ پرسان چطور نمیکنن؟ پرسان خو میکنن زیاد دیگه پرسان میکنن که مکتب برم آلی نگه که نگه بسیار شوق مکتب دارم مادر من مکتب برم باید است دیگه از نیستی و ناداری مکتب نمیرن چی کنیم دیگه مجبور هستیم باز ها میشنم برشان قصه های سرگذشته خدا برشان میکنن. خدا مهربان است مادر جان که اولادکایت به خیر یک روز دستت بگیرن دیگه اشکای خودت نبینن. با اولاد بسیار سخت است وقتی ببینی که مادر آدم گریه داره از بیچارگی از ناداری از درد از رنج و پدر مریض ببینی که به کنج خانه افتیده واقعا بسیار سخت است. باز شوخ و بسیار هوا سرد میشه باز چطور میکنی خاله جان دی خانه سرد مجبور هستین دیگه تیر میکنیم ما مجبور هستیم تیر کنیم دیگه از قوم خیش ناسا یا یگان کس کمک نمیکنه خانیتان میایه نمیایه؟ نه بابا قوم هایی هست که داشته باشی خوش از کدت که نداشته باشی کد غریب هم کس خوش میباشه کی میباشه خوش کد غریب کس خوشه هیچ وقت نمیباشه باش که میگه از من چیزی نخوایم باید دست کمک کنم مگم نه قوم ما کس دزگیر نیست که تو دستی یک آدم بگرد یک فقیر خدا دقصه نیستم چقدر دقصه هستم قوم من خالی یک وقت شده که هر کس به مو جان خود احتیاج است هر کس متوجه عزیز که مو شبش روز شب و روزش شب احتیاجی و متوجه زیاد. مکتب باز خواندی خاله جان خودت؟ نه خودم مکتب نخوندی سواد ندارم. شوهرتم درس نخوند؟ درس خونده دیگه نه وام دیگه قصه یاد نداره نداره وم در زیاد یگان وقت دلت میگرده که اینا یک کاری میشدن دا این دست هم میگرفتن درس میخواندن چطور آدم نمیگه چطور هم در بیرو که مبرای نمیبینه هر چیز دنیا را آدم میبینه هر چیز دنیا را مگم آدم چی کنه دیگه بیچارگی زیاد است آدم رنج از هر نگاه آدم رنج میبره از هر چیز از هر خوردن، از پوشیدن، از گشتن، از هر چیز آدم چطور رنج میبره؟ رنج آدم سراسر آدم رنج است. و خصوص یک مادر. دیگه خصوصا به مادر بسیار رنج است. اولاد خود نمیفهمه، بی عقل است. تاکل به عقل و شقت میشه دیگه. یا الله و یا نصیب. خدا جان مهربان شو سرک ما، خدا رحم کنه. از خدای خود راضی هستیم. همو جان جور دل بیغم. خداوند تعالی بتاکه دیگه. بالقوه بتاکه بکشیم. بتانیم. خدا مهربان است مادر جان. به هموطنای ما که بیننده هستند چی گفتنی داریم؟ گفتنی می‌میز که دیگه نسن اولادکای می‌بینه سن و فقری بیچارگی ما ببینه دیگه یک کمک کنه که زمستان بسیار سخت است. یعنی خانه می‌بینه که یخ هست، هیچ چیز ندارم. بدر با غیر خدا دیگه هیچ چیز ندارم. خدا را دامن خدا را گرفته ششتیم دیگه. اون از خدا جان میشه از یا کمک میشه دیگه برم کمک کنه بعضی ترین که دیگه یک چیزی بخرم به مشتکایم که گرم شوه. یک چیز زمستانی خدا جان شان کنم، یک جمپر لیلامی مغازه‌ای خب بیاز بالقوی آدم نمیشه. ها این کالاگاکارم که میبینید در جان شان هر کس کمک میکنه. یعنی خودم میال چستم، خودم میال یک پیران در جان میدم خیر ببینه کالاشویی که میکنم میتنم هم خانوالا برمیده که میپوشم در جان که اولادای من که میکنم هم یکم کس کمک میکنه دیگه. خیر ببینن الله، خداوند برکت بتیش. خیر ببینن، کمک میکنن، باز تو شوق قطق بپزن، بانه باز رمیتم یا ببری اولادای تبتی. همیام رنج از برم، بازم میارم شکر خدا را میکنم. میم خیر بون که بخورم، نمیفهمن خورد هستن دیگه هنوز. یه پاره که نیده مادرم از بیرون آورده یا زحمت کشیده تا که به او عقل شون دیگه. یعنی علاقش است که یا درس تعلیم کنن دیگه. باید از 100% مدرسه برن، مکتب برن. آرزوی من همیست که مکتب برن اولادم، درس بخونه، خدمت کنه. یک وقت یا هم دست مرا بگیرن، ما که زحمت کشیدیم یک وقت یا زحمت مرا بکشیدیم. مادر وقتی که اولاد خود میبینه منتظر به ثمر از اوست که یک روز دست پدر مادر بگیره. واقعا خدا بزرگ است مادر شیرین. قربان اشکای چم خاله جان. خدا به خیر اولادکای روز دستت بگیرن، زیر سایه‌شون بشینی، با برکت و خیر ببینی، زنده باشی، خیر ببینی. که خودم ما و شما این روز ماندنی نیست، تیر میشه. هیچ شب ماندنی نیست، پشت هر شب روز است. خیر ببینی. به شک خدا مهربان سرمم شما دیگه. ای عشقایتان تو اولادکایت نبینه، به خیر روز و شبک اینا دستتا بگیرن. یگان مدرسه کاش که یگان جایگه کار روان کنی با سواد شون. رفتم چند مدرسه را گشتم، قبول نکردم. بدون فیس که میگرن. حال دنیای رشوت خوریست، نمیگرن. نگرف چند مدرسه رفتم نگرف. پول میگه برشن مشکل. ما گفتم خیر است، میگه نه دیگه تا که یک تر دفعه بیایی خیر است. به خیر است که مادر جان پیش نمیره گپ که به خیر است پیش بره دیگه. باز آدم میشرمه در یک مدرسه کلان که در نفر پر باشنی طبعا آدم زیر تاثیر میره دیگه. از بیچارگی فقری چطور آدم رنج نمیبره؟ خداوند رحم روشنی خدا کنه بالای ملت ما، بالای افغانای ما. مثل خاله جانم که ناناور نداره، شوهرش ما میبینیم مریض است، دبستر است، پایک خودش درد میکنه، تفلکایش خورد و ریزه است. بیاین شماهایی که میتونین که دست همچو فامیلا را بگیرین، مساکین، فقرا، نیازمندان. منتظر به کمک های شما هستیم و چشم برای کمک های شما هستن. بگیریم دست یک دیگه خدا، بگیریم یک نان خدا نیم کنیم با هموطن خود. و خداوند خودش وعده میکنه، میگه تو با فقیرا، مساکین، بیچاره ها، یتیم و یسیر دستت بگی که ما بالای تو رحم روشنی خدا کنم. ما از شما سپاسگزاری میکنیم که برنامه های ما رو بیننده هستین، کامنت میمانین و به این فامیلای عزیز کمک بکنین. قربان شما، هر جایی که باشین در حفظ امان الله پاک باشین. چشم برای کمک های شما هستیم. تا دیدار بعد، خدا